بسم الله الرحمن الرحیم، درود مجدد خدمت همه دانشجویان عزیز، صحتمند و تندرست باشیم. جلسه 13 مان شمانه از مضمون هایدرولوژی سمستر پنجم، انشالله همراه شما وارد هفته پنجم و یا هم ماه دوم شدیم. در حقیقت مان شما سه هفته دیگه درس بخوانیم، امتحانات چی میشه؟ امتحانات 2020 میشه. خب به هر حال به این جلسه هم همراه شما درباره تبخیر بحث میکنیم. جلسه قبل اگر یاد شما باشه و کلپ دیده باشیم، درباره تعریف تبخیر و همچنین عواملی که تأثیر گذار بود بر روی تبخیر همراه شما بحث کردیم و ما به این سلاید محصلین عزیز تعریف تبخیر آوردم. گفتم تبخیر پدیده است که از هر گونه سطح مرطوب مانند سطوح آزاد آب یا سطوح مرطوب خاک صورت گرفته و طی آن آب مایع به بخار تبدیل شده و مجددا به اتمسفیر زمین باز میگردد. البته در این قسمت اگر دقت کرده باشیم، به لکچر قبل گفتم که از هر گونه سطح مرطوب مانند سطوح آزاد آب یا سطوح مرطوب خاک و همچنین گفتیم از سطوح مرطوب اشیا را هم به اون جگاه اضافه کرده بودیم صورت گیره تبخیر گفته میشه. خب و همچنین گفتیم طی آن مایع به بخار تبدیل میشه و بخار هم حالتی بین مایع و گاز و عواملی که گفتیم تأثیر گذار برای تبخیر محصلین عزیز، یکی گفتیم دمای هوای، سرعت باد، تابش خورشیده و رطوبت هوا. درباره این موارد کلن توضیحات دادیم. البته در قسمت سطح آب بی قسمت نوردیم. جلسه قبل گفتیم که یک دیگه از عواملی که تأثیر گذار برای تبخیر یا بروی تبخیر سطح آبه. اگر یاد شما باشه به این قسمت ما شما گفتی بودیم که آمریکای جنوبی یا قاره آمریکای جنوبی بیشترین مقدار چیر داره، بیشترین مقدار بارندگیر داره و دلیل ای که بیشترین مقدار بارندگیر داره به خاطر که بیشترین مقدار تبخیر صورت میگیره. و چی خاطر بیشترین مقدار تبخیر صورت میگیره؟ به خاطر که چهار اطراف قاره آمریکای جنوبی اگر مد نظر بگیریم محصلین عزیز آب احاطه کرده. بی قسمت اقیانوس آرامه، بی قسمت اقیانوس اطلسه و همچنین دریای کاربیان کاملا آبه و گفتم یکی از عوامله که تبخیر افزایش میده یا باعث افزایش تبخیر میشه وسعت بودن سطح آبه. یعنی هر چقدر که سطح آب زیادتر باشه تبخیر زیادتر صورت میگیره و دلیل اینه که سرت اقیانوس ها دیگه معمولا خشک نمیشه که تبخیر باز به اونجگاه کم بشه. و اگر یاد شما باشه یک موضوع دیگه هم مطرح کردیم که عناصر هایدرولوژی معمولا رابطه مستقیم داره، یعنی اگر افزایش پیدا کنه عناصر دیگه هم معمولا افزایش پیدا میکنه. وقتی که میگم مقدار بارندگی زیادتر صورت میگیره یا قاره آمریکا قاره ای که بیشترین مقدار بارندگی داره چون بیشترین مقدار تبخیر داره. ببینیم تبخیر، چون تبخیر زیاد داره بارندگی زیاد داره، همین خاطر این دو عنصر یعنی اواپوریشن و همچنین پرسیپیتیشن بارندگی و تبخیر رابطه چی داره؟ رابطه مستقیم داره. با افزایش تبخیر معمولا بارندگی هم چی؟ افزایش پیدا میکنه. خب به هر حال محصلین عزیز به این قسمت اگر همچنین دقت کنیم، پرسیپیتیشن بارندگیه که قبلا هم گفتی بودیم سوید آمریکا، آمریکای جنوبی بیشترین مقدار بارندگی داره، تقریبا 1648 میلیمتر در ساله. خب اگر خواسته باشیم این ریزب در مساعت کنیم خیلی یک مقدار زیاده میشه که حجم به دست میایه. وقتی که گفتیم مقدار بارندگی داره، خب بی معنا که بیشترین مقدار تبخیر هم داره. ببینیم اواپوریشن میلیمتر بر یر بر سال، سال آمریکا بیشترین مقدار تبخیر هم داره که 1065 فکر کنم اگر درست خونده باشم 1065
میلیمتر در سال مقدار تبخیریه که سالانه صورت میگیره در آفریقای ببخشیم در قاره آمریکای جنوبی، و چون بیشترین مقدار تبخیر داره مؤسلین عزیز، بیشترین چی؟ بیشترین مقدار بارندگی هم داره و در قسمت رعناف هم اگر مد نظر بگیریم بازم رابطه چی داره؟ رابطه مستقیم بی قسمت داره. از قاره آمریکای جنوبی بیشترین مقدار رعناف هم داره، مقدار آب که جریان پیدا میکنه. خب به هر حال میرم به ادامه بس. به یک قسمت مؤسسین عزیز دقت کنیم، خیلی یک موضوع مهمیه و این سلاید همراه شما لکچر میدیم و همچنین درباره ای اعداد هم صحبت میکنیم. قبل از ایکو درباره ای اعداد صحبت کنم، مؤسسین عزیز یک چیز به خاطر بسپاریم که مقدار تبخیر سالانه از سطح زمین، وقتی که میگیم سطح زمین، حالا دیگه کلا سطول در بر میگیره، میتونه سطح آب باشه، سطح خشکه باشه، سطح گیاه باشه، کلا اینا رو در بر میگیره. مقدار تبخیری که سالانه از سطح زمین صورت میگیره محصلین عزیز مساویه به مقدار باراندگی یا مقدار نزولات جوی که سالانه به سطح زمین چیکار میکنه؟ فرو میریزه. دوباره تکرار میکنم، مقدار تبخیری که سالانه از سطح زمین وقتی که میگم سطح زمین مؤثرین عزیز، گفتم کلا سطول در بر میگیره، میتونه سطح آب باشه، سطح خشکه باشه، سطح زیا باشه. مقدار تبخیری که سالانه صورت میگیره مساویه به مقدار بارندگی که سالانه پس به سطح زمین چیکار میکنه؟ فرو میریزه. یعنی اگر قرار باشه، به طور مثال دقت کنیم، اگر قرار باشه سالانه 1000 متر مکعب از سطح زمین آب به بخار تبدیل شه و یا تبخیر شه، به لایه جو زمین انتقال پیدا کنه، پس سالانه همون مقدار باراندگی صورت میگیره. یعنی پس 1000 کیلومتر مکعب پس دوباره چی؟ به مو مقداری که تبخیر صورت گرفته، به مو مقدار دوباره پس باراندگی صورت میگیره، و یا حالا به شکل نزولات جوی گفتم متفاوت، اشکال متفاوت داره، دوباره پس چیکار میکنه؟ به سطح زمین فرو میریزه. یعنی مقدار تبخیر سالانه از سطح زمین مساویه به مقدار باراندگی سالانه روی سطح زمین، و یا میتونیم برعکس بگیم، مقدار باراندگی سالانه روی سطح زمین مساویه به مقدار تبخیری که از سطح زمین صورت میگیره و به لایه جو زمین انتقال پیدا میکنه. حالا عدد که به اینجگاه نوشته به قسمت محصلین عزیز 577,000 کیلومتر مکعب در قسمت کیلو هم اگر یاد شما باشه توضیحات دادم که هر زمانی که خواسته باشیم کیلومتر مکعب معمولا به متر مکعب تبدیل کنیم، باید ضرب در چند کنیم؟ 1 میلیارد کنیم، یعنی 3000 ضرب کنیم که تقریبا 1 میلیارد میشه. حالا مقدار تبخیری که سالانه صورت میگیره مؤسسین عزیز از سطح زمین، کلا سطح زمین میگه، مقدار تبخیری که سالانه از سطح زمین صورت میگیره یا مقدار آب که به بخار تبدیل میشه به جو زمین میره 577,000 کیلومتر مکعب. 577,000 کیلومتر مکعب مقدار آبیه که به بخار تبدیل میشه از سطح زمین و انتقال میکنه به چی؟ به لایه جو زمین. حالا این مقدار آبی که به بخار تبدیل میشه یا مقدار تبخیری که از سطح زمین صورت میگیره 577,000 کیلومتر مکعب به لایه جو زمین میره، به این معنا که پس دوباره همون مقدار باید چیکار کنه؟ به سطح زمین فرو برسه. یعنی وقتی که میگم 577,000 کیلومتر مکعب تبخیری که از سطح زمین صورت میگیره، پس به این معنا یا میتونیم بگم که به این مقدار 577,000 کیلومتر مکعب پس دوباره چی؟ باراندگی صورت میگیره به سطح زمین، چون گفتیم مساویه مقدار تبخیری که سالانه صورت میگیره مساویه با مقدار باراندگی یا نزولات جویه که به سطح زمین فرو میرسه.
از این مقدار 577 هزار محصلین عزیز 505 هزار کیلومتر مکعب، یعنی از 100 فیصد تبخیر که از سطح زمین صورت میگیره، از 100 فیصد تبخیر، خب دقت کنیم، از 100 فیصد تبخیر که از سطح زمین صورت میگیره 505 هزار کیلومتر مکعب که 87 فیصد این تشکیل میده، تنها از سطح چیه؟ از سطح آب یا از سطوح آزاد آب صورت میگیره و 72 هزار کیلومتر مکعب که 13 فیصد از 100 فیصد تشکیل میده محصلین عزیز، از سطح چی صورت میگیره؟ از سطح خشکه صورت میگیره و به بخار تبدیل میشه، به جو زمین میره. پس در کل 577 هزار کیلومتر مکعب سالانه تبخیریه که صورت میگیره از سطح زمین و به لایه جو زمین انتقال پیدا میکنه، که از این 577 هزار که فیصدی رو مد نظر بگیریم، 87 فیصدی رو از سطح آب و 13 فیصدی رو از سطح خشکه. خدا کنه تا این قسمت فهمیده باشیم. گفتم که باید به می مقدار دوباره پس چکار کنه؟ فرو بریزه از جو زمین به سطح زمین. حالا ببینیم محصلین عزیز، به این قسمت خوب دقت کنیم. وکتور رو و بالای ای نشان داده شده. ما شما قبلا گفتیم به جلسه قبل که تبخیر ما شما همیشه به چی نشان میدیم؟ به ای نشان میدیم. حالا این قسمت سطح آبه و این وکتوری هم که رو و بالای مقدار تبخیر نشان میده که به جو زمین انتقال پیدا میکنه. گفتیم 505 هزار کیلومتر مکعب مقدار تبخیریه که سالانه از سطح چی؟ آب صورت میگیره. وقتی که میگیم 505 هزار کیلومتر مکعب سالانه از سطح آب مقدار تبخیری که صورت میگیره یا از سطوح آزاد آب صورت میگیره، پس دوباره باید به می مقدار فرو بریزه محصلین عزیز، که دوباره به می مقدار فرو میریزه، یعنی همین 505 هزار کیلومتر مکعب که سالانه از سطوح آزاد آب تبخیر میشه به لایه جو زمین میره، پس به می اندازه دوباره فرو میریزه یا بارندگی صورت میگیره. اما به این تفاوت که 458 هزار یا از 505 هزار 458 هزار کیلومتر مکعب پس دوباره به سطح آب فرو میریزه و 47 هزار کیلومتر مکعب یا به سطح چی فرو میریزه؟ به سطح خشکه. حالا اگر شما این دو عدد جمع کنیم، 458 جمع 47 کنیم، تقریبا پسمون 505 هزار کیلومتر مکعب تشکیل میده، ولی گفتم همون مقدار دوباره پس فرو میریزه. اگر دقت کنیم 505 هزار که ببینیم وکتور نگاه کنیم، تبخیر میشه به لایه جو زمین انتقال پیدا میکنه، پس دوباره به اون مقدار فرو میریزه سالانه. اما با این تفاوت که 458 هزار کیلومتر مکعب به سطوح آزاد آب فرو میریزه و 47 هزار کیلومتر مکعبی رو به سطح چی؟ به سطح خشک فرو میریزه. این در قسمت آب شد محصلین عزیز. گفتم که 72 هزار کیلومتر مکعب که 13 فیصد بشه، از 100 فیصد تبخیر که صورت میگیره 13 فیصدی از سطح خشکه 72 هزار کیلومتر مکعبه. حالا این 72 هزار کیلومتر مکعب بخاریه که انتقال میکنه چی؟ به لایه جو زمین. پس گفتیم به می اندازه چکار میکنه؟ فرو میریزه. حالا وقتی که 72 هزار کیلومتر مکعب تبخیره که از سطح خشکه انتقال پیدا میکنه به جو زمین، پس مگره به می اندازه فرو بریزه. خب 72 هزار انتقال پیدا کرد و 72 هزار هم باید فرو بریزه. حالا این 72 هزار که فرو میریزه در حقیقت 47 هزار هم مان شما مقدار باراندگیه که از سبب تبخیر سطح آب فرو میریزه به سطح زمین. اگر بیاییم یه 72 هزار جمع از این 47 هزار کنیم، در حقیقت 119 هزار کیلومتر مکعب سالانه باراندگیه یا نزولات جبریه که به سطح زمین چیکار میکنه؟ به سطح زمین فرو میریزه. ببخشیم به سطح خشک فرو میریزه. اگر بگم سطح زمین، خب باز این قسمت هم در بر میگیره. به سطح خشک چیکار میکنه؟ فرو میریزه. دوباره این قسمت تکرار میکنم محصلین عزیز، دقت کنیم. گفتم مقدار تبخیر از سطح خشک 72 هزار کیلومتر مکعبه. حالا این 72 هزار کیلومتر مکعب انتقال پیدا میکنه به جو زمین، پس دوباره به این مقدار باید چیکار کنه؟ به شکل نزولات جوی فرو بریزه.
که 72,000 که انتقال پیدا میکنه از سطح خشکه دوباره فرو میریزه. خب 72,000 این جگه داریم و 47,000 هم 47,000 هم از آبیه که از مقدار تبخیره که از سطح دریا صورت گرفته به سطح زمین فرو میریزه. در حقیقت شما این دو اعداد جمع کنیم 119,000 کیلومتر مکعب میشه مقدار بارندگی یا نزولات جوی که به سطح خشکچی فرو میریزه. حالا از مقدار 119,000 کیلومتر مکعب که به سطح زمین فرو میریزه مؤثرین عزیز گفتن که پس 72,000 چه کار میکنه؟ دوباره تبخیر میشه، دوباره پس میره به لایه چی؟ جو زمین. پس مقدار باقی که مقدار آب که باقی میمانه چندیه؟ 47,000 کیلومتر مکعب. در حقیقت اگر مد نظر بگیریم مؤثرین عزیز مقدار آبی که سالانه بشر به روی سطح زمین استفاده میکنه در حقیقت همین 47,000 کیلومتر مکعبیه که از سبب تبخیر آبهای اقیانوس ها به سطح چی؟ به سطح خشک فرو میریزه. حالا گفتین که 72,000 کیلومتر مکعب که تبخیر میشه پس این دوباره فرو برزه، خب پس که تبخیر میشه ولی مقدار آب اضافه ای که به سطح زمین میمانه مؤثرین عزیز که بشر از او استفاده میکنه در حقیقت همی 47,000 کیلومتر مکعبه. اگر به این قسمت هم نظر بگیریم نوشته که زندگی بشر وابسته به 47,000 کیلومتر مکعب، همی 47,000 کیلومتر مکعب مؤثرین عزیز که به عنوان منابع آب شیرین و قابل تجدید دنیا در نظر گرفته می شود. خدا کنه به اصل موضوع پی برده باشه مؤثرین عزیز. بی قسمتم می اعداد نوشته کردم 505,000 کیلومتر مکعب که از سطح آب تبخیر میشه یا از سطوح آزاد آب تبخیر میشه به لای جو زمین میره، پس دوباره به می مقدار فرو میریزه که 458,000 کیلومتر مکعب یا پس دوباره چی؟ به سطح آب فرو میریزه که 47,000 کیلومتر مکعب باقی مانده به سطح خشک فرو میریزه و در این قسمت هم 72,000 کیلومتر مکعب از سطح خشک تبخیر میشه به لایه جو زمین میره و پس دوباره به این مقدار 72,000 فرو میریزه که جمع 47,000 کنیم 119,000 کیلومتر مکعب میشه که از این 119,000 کیلومتر مربع پس 72,000 چیکار میشه؟ تبخیر میشه که در حقیقت 47,000 کیلومتر مکعب مقدار آبیه که به سطح خشک باقی میمانه که بشر از او استفاده میکنه، همین مقدار آبه که این مقدار آب از سبب چی وجود میایه؟ از سبب تبخیری که از سطح اقیانوس ها صورت میگیره و انتقال پیدا میکنه و یا ریزش فرو میریزه به سطح خشکه. خب خدا کنه فهمیده باشه مؤثرین عزیز و بی قسمتم جدول که مشاهده میکنی مساحت آورده که تقریبا خشکه ها و اقیانوس ها که مساحت خشکه ها 148.8 ضرب در 10 به توان 6 کیلومتر مربع میتونه باشه و اقیانوس ها باید 361.3 باشه و همچنین بارندگی سالانه که صورت میگیره در قسمت خشکه ها اگر مد نظر بگیریم مؤثرین عزیز گفتیم 119,000 کیلومتر مکعبه که دوباره از 72,000 کیلومتر مکعب تبخیر میشه و اقیانوس ها 458,000 که از 55458,000 کیلومتر مربع دوباره بارندگی که به سطح آب فرو میریزه، تبخیر سالانه همچنین از سطح خشکا 72,000، از سطح اقیانوس ها 505,000 و روان آب سالانه یا در حقیقت مقدار آبی که باقی میمانه به سطح خشکه 47,000 کیلومتر مکعب که از این 47,000 کیلومتر مکعب یک مقدار انفلتریشن میشه، یک مقدار رنوف میشه، یک مقدار بالاخره خب میتونیم استفاده های متفاوته بگیم. این موارد بود درباره تبخیر سالانه. به جلسه امروز بس مؤثرین عزیز، بازم کوشش کنیم که این جلسه
جلسه 13 چندین بار گوش کنیم، به خصوص این قسمتی و خیلی مهمه تا درست موضوع درک کنیم و در آینده به مشکل نخوریم در ادامه جلسات. موفق و معید باشیم. مسئولین عزیز، خدا نگهدار شما، ما را هم از دعا فراموش نکنیم.